آقای ندیمی، در مورد حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و تجهیز این نیروها تقریبا تمام مقام‌های اروپایی و آمریکایی متفق القول هستند، ولی در عمل کاری برای جلوگیری از این رویه صورت نمیگیره. دلیلش چیه؟ خب دلیلش میتونه این باشه که سخت هست، کار مشکلی هست اگر بخوان جلوی این کار رو از مبدأ بگیرن. از مبدأ گرفتن یعنی اقدامات مستقیم نظامی انجام دادن علیه ایران، و در حال حاضر ایالات متحده در نظر نداره که این کار انجام بده، ترجیح میده به جای اینکه این مشکل رو از مبدأ حل بکنه یا اینکه ایجاد بازدارندگی بکنه. در عوض تلاش آمریکا این هستش که جلوی این کار رو در مقصد یا نزدیک مقصد بگیره، یعنی یک اقدام بسیار گسترده برای گرفتن راه این قایق‌ها و این کشتی‌های کوچک و این لنج‌هایی که از ایران به سمت حوثی‌ها حرکت می‌کنه. البته این تلاش سال‌ها در جریان بوده، ما می‌دونیم که در طی سال‌های گذشته بارها و بارها دست کم 18 مورد این قایق‌ها و کشتی‌ها، کشتی ماهیگیری، کشتی‌های باری کوچک و همینطور لنج‌های ماهیگیری که هر کدومشون میتونه دست کم 5 تن و خیلی بیشتر در مورد کشتی بزرگتر سلاح و مهمات برای حوثی‌ها هم بکنن و جلوشون رو گرفتن، اینا رو ضبط کردن، ولی ما دقیقا نمیدونیم که چه تعداد از این قایق‌ها و کشتی‌ها تونستن به مقصدشون برسن. از دست کم سال 2015 این موارد وجود داشته، به شدت فعال بوده نیروی قدس سپاه پاسداران در رسوندن این امکانات و تجهیزات به حوثی‌ها، و تا حدی میشه گفت موفق بوده. این تلاش بیشتر شده در ماه و سال اخیر و تونسته که جلوی بسیاری از این موارد رو بگیره، یعنی در حد جلوگیری تلاش هست و این تلاش ممکنه اضافه هم بشه در آینده، ولی پیشگیری من فکر نمی کنم موفق بشن، چون اصولا هدف این نیست. هدف این هستش که با توجه به هزینه های احتمالی درگیری نظامی به ایران، این وضعیت فعلی موقعیت و شرایط قابل توجه و مورد نظر هستش. آمریکا نمیخواد که شرایط رو مستقیم وارد بشه، از این سخت‌تر بکنه. خب در خبرها اومده بود که کشتی بهشاد که گفته شده در هفته گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفته، در حال حاضر هم در جی بی تی هستش، به سر میبره. طبق گفته مقام‌های آمریکایی و تانکر ترکرز، از زمانی که این کشتی رفته تو این پایگاه چینی حملات کمتر شده. در مورد اینکه به یک کشتی بشه حمله سایبری کرد چطور ممکن است؟ میشه اطلاعاتی در این زمینه به ما بدین؟ ببینید، اصولا کشتی‌ها امکانات ناوبری، سیستم‌های البته انواع پیشرفته‌تر کشتی‌های تجاری، از نظر سیستم‌های ناوبری، سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های کنترل و هدایت کشتی داره امکانات کامپیوتری یک پارچه شده‌ای هستن، حداقل با هم ارتباط دارن و این ارتباطات از طریق دیتا و همینطور امکانات مخابراتی با جهان خارج هم با اینترنت خیلی از موارد ارتباط داره، و هر چیزی که به اینترنت ارتباط داشته باشه امکان حمله سایبری بهش وجود داره. در مورد کشتی بهشاد به طور خاص من خیلی اظهار نظر دقیق نمیتونم بکنم، چون به نظر میاد کشتی خیلی پیشرفته ای نیست، ولی به هر حال این نوع کشتی ها ارتباطات ماهواره‌ای دارن، ارتباطات مخابراتی دارن، و برای نمونه تلفن های ماهواره‌ای ایریدیوم که عید از این کشتی ها و نیروهای نظامی ایران استفاده می کنن برای ارتباطات با حوثی‌ها، برای نمونه امکان هک کردنش وجود داره. ایریدیوم رو خیلی راحت با یک دستگاه $100 میشه هک کرد، و اگر این سیستم ناوبری کشتی مرتبط باشه میشه در سیستم ناوبری هم اختلال ایجاد کرد، میشه در سیستم هدایت و راهبری کشتی اختلال ایجاد کرد، در نتیجه کشتی نتونه مسیر خودش رو به درستی تعیین بکنه و به درستی حرکت بکنه. یک حمله سایبری میتونه در سیستم موتور کشتی اختلال ایجاد بکنه، در اون امکاناتی تجهیزاتی که در حقیقت کنترل میکنه
کار کرده سیستم پیشرانه کشتی رو میتونه از کار بندازه و اگر کشتی داره امکانات ارتباطی پیشرفته تری هم باشه طبیعتاً روی رادارها میشه تاثیر گذاشت. البته اون دیگه وارد عرصه جنگ الکترونیک میشه، یعنی پارازیت انداختن روی رادارهای کشتی میتونه باعث بشه که اون کشتی نتونه کشتی های اطراف خودش رو که در حال تردد هستن موقعیتشون رو پیدا بکنه و اگر تلفن های ماهواره‌ایشون از کار افتاده باشه این امکان ارتباط با روسیه در یمن رو به صورت مستقیم ندارن، امکان ارتباط با اینترنت رو نمیتونن داشته باشن و در نتیجه عملا اون کشتی کور میشه و مجبور میشه از موقعیت خودش رو دور بکنه. نزدیک شدنش هم به جیبوتی تا حدی شاید به خاطر این باشه که میخوان از کمک از حمایت چینی ها برخوردار باشن که اونجا یک پایگاه دریایی دارن و از طرف دیگه ناگروه دریایی نیرو دریایی ایران که نزدیک بهشاد بود همیشه به ایران برگشته، شاید منتظر این هستن که ناگروه جایگزین به اونجا برسه. ایران در زمان از زمان در واقع حمله حماس 15 مهر ماه فعالیت‌های فراوانی انجام داده. خیلی‌ها گفتن که نمی‌خوایم جنگ گسترش پیدا کنه، ایران هم گفته ما مستقیما وارد جنگ نمی‌شیم، اما هر جوری هست داره یه جوری تحریک می‌کنه، حال با گروه‌های نیابتیش یا چند روز پیش هم یک موشک بالستیک رو از روی کشتی ادعا کرد که شلیک کرده 1700 کیلومتر بردش هستش. همه اینها نشون میده یه جوری ایران داره تحریک می‌کنه. آیا فکر می‌کنید که ایران می‌خواد جنگ رو به داخل کشور بکشونه یا فقط قدرت نمایی هست؟ تا حد زیادی من فکر میکنم به خاطر این هستش که میخواد حکومت اسلامی در ایران به نوعی بازدارندگی خودش رو تقویت بکنه و با توجه به صحبت‌هایی که میشه در عرصه سیاسی حداقل در ایالات متحده و اسرائیل در مورد نیاز به حمله به اهدافی در داخل خاک ایران برای رسیدن به یک بازدارندگی واقعی دارن، میخوان اینجوری نشون بدن که ما توان نظامیمون بسیار بالا هست، امکان پاسخ دادن رو داریم به حملات که ممکنه بشه. این مانور موشکی که انجام شد در و حمله به یک پایگاه هوایی شبیه سازی شده نواتیم اسرائیل، یعنی تنها پایگاه هوایی در اسرائیل که محل استقرار هواپیمای جنگنده F-35 هست، در حقیقت من فکر میکنم یک پیامی به اسرائیل بوده که ما اگر شما هواپیمای F-35تون علیه ایران استفاده بکنید یک روزی ممکنه در بازگشت یک پایگاهی برای فرود اومدن نداشته باشن. و استفاده از موشک‌های بالستیک از روی کشتی میخوان نشون بدن که ما حالا درسته اگر یک برد 2000 کیلومتری برای موشک‌هامون قائل شدیم، ولی در عین حال کشتی‌های ما میتونن هر جایی باشن و هر کانتینری که روی کشتی های ما باشه میتونه داخلش یک چنین موشکی باشه و به سمت هدفش شلیک بشه. افزایش توان بازدارندگی، ولی همونطور که شما فرمودین بله نیروهای نیابتی ایران تا جایی که بتونن سعی میکنن به افزایش تنش در منطقه تا حدی که بتونن کشورهای حامی اسرائیل رو در درجه اول به خودشون مشغول بکنن ادامه خواهند داد. در مورد یمن و تنگ باب المندب و عراق هم همینطور هست. باید دید که پاسخ آمریکا و همینطور کشورهای غربی در این مورد چه خواهد بود و این پاسخ، ولی به نظر نمی‌رسه که بازدارندگی در مقابل این گروه ها ایجاد بکنه. اگرم به وجود بیاد سپاسگزارم از شما.